سلام به همه بینندگان عزیز ویژنتو. من ساناز مینایان هستم از رسانه آنلاین ویژنتو. امروز هم قصد دارم برای بار دوم با سرکار خانم مها نقیب و سادات، کارشناس مورگج از تورنتو کانادا صحبت کنم. سرکار خانم مها، ضمن اینکه سلام عرض میکنم خدمتتون، خواهش میکنم خودتون رو یک بار دیگه برای بینندگان ما معرفی بفرمایید و برای دوستانی که احیانا هنوز صحبت های سری قبل رو ندیدن یک مروری کوتاه به سرفصل های سری پیش داشته باشین تا برسیم به مباحثی که این دفعه پیش قولش رو دادیم برای این بار و سوالاتی که دوستان از سری قبل داشتن. خیلی ممنون. سلام به همه شما عزیزان، سلام ساناز عزیز، سلام به همه مخاطبان ویژنتو. خوشحالم که مجدد در خدمتتون هستم و همچون که شما گفتید من به عنوان مورگج اسپشیالیست تیدی در حال حاضر هستم و دفعه پیش جلسه خیلی خوبی بود، واقعا ممنون از شما، فیدبک های خیلی خوبی داشتیم، متشکرم از همه شما دوستان عزیز. دفعه پیش ما واقعیتش در مورد چند تا نکته صحبت کردیم، حالا خیلی در واقع میشه گفت با محدودیت زمانی که داشتیم سعی کردیم خیلی خلاصه همه چیز رو توضیح بدیم. در مورد تفاوت‌های اینترست ریت صحبت کردیم، بهره‌هایی که ما در دوران قبل از کرونا داشتیم و بعد از کرونا. مورد بعدی که در موردش صحبت کردیم اطلاعات و در واقع میشه گفت اینفورمیشن ها و مدارکی رو که کلاینت ها و مشتری ها نیاز دارن برای گرفتن مورگیج با هم یه مرور کوتاهی کردیم و آیتمی که روش هم در واقع حالا یه ذره باز بیشتر تاکید کردیم و در موردش صحبت کردیم بحث تفاوت بین بانک و بروکریج ها بود. و بله، حالا اگر فکر میکنید به بحثمون ادامه بدیم در مورد آیتم جدیدی که من گفتم که خیلی از در واقع فیدبک داشتیم، این که بدونن هوم اکویتی لاین آف کردیت چی هست، برای اینکه هر بانک ها در واقع محصولات متفاوتی دارن و شاید برای بعضی از دوستان و مشتریان این واژه ها ناشنا باشه و اینکه ندونن واقعا کاربردشون چی هست. خوشحال میشم بیشتر در این مورد توضیح بدم. بله، منم خیلی ممنون میشم اگر که سریع بریم سر اصل مطلب، چون سوالات خیلی زیادی داریم و امیدوارم که همش رو امروز برسیم که انجام بدیم. من در خدمتتونم. واقعیتش امروز میخوام در مورد هوم اکویتی لاین آف کردیت براتون صحبت بکنم و شاید این واژه رو خیلی شنیدید. این در واقع یه پروداکت و محصولی هستش به عنوان یک لاینه مثل و لاین آف کردیتی که شاید خیلی زیاد شنیدید، ولی تفاوتش این هستش که ملک شما پشتوانه این لاین قرار میگیره و این محصول و یا در واقع هم اکویتی لاین آف کردیت یا فلکس لاینی که فرضاً توی تیدی خیلی باهاش این اصطلاح رو استفاده میکنن میتونه ترکیبی از مورگیج و لاین باشه و در و شما میتونید این اکویتی لاین آف کردیت رو برای سه منظور که فرضاً شما دارید میتونید استفاده بکنید. یکی برای خرید خونه، یکی برای ریفایننس یا در واقع بازبینی قراردادهای مورگیجتون که دارید و یه مورد در مورد دبت کانسولیدیت. دوستانی هستن که تعداد دبت‌های زیادی دارن با ریت‌های خیلی بالا، پرسونال لاین دارن یا لون‌های متفاوت دارن، در واقع اینا همه تجمیع میشه و به صورت یک محصول به کلاینت ارائه میشه تا بتونه اون دبتا رو در واقع پرداخت بکنه با ریت پایین تر. این در واقع میشه گفت استفاده های این لاین آف کردیت به پشتوانه خونه هست و اینجوری هم قابل اجراز. خیلی در واقع میشه گفت یه خورده شاید پیچیده باشه، ولی اینجوری حالا میخوام براتون توضیح بدم که یه ذره درکش و اینکه بتونید بیشتر گین بکنید در این مورد. اینکه فرضاً شما فکر بکنید 500 هزار تا وام میخواهید بگیرید، این 500 هزار تا رو ما فرضاً بشکنیم به 450 هزار تا وام و 50 هزار تا لاین. اوکی؟ پس یه 500 هزار تا مورگیج دارید شما، حالا کاری به اینکام و یا شرایط خرید خونه اینا هیچی رو نداریم، فعلا کار اصلا به اون نداریم، میخواییم محصول لاین آف کردیت رو، هوم اکویتی لاین آف کردیت رو تعریف بکنیم. شما 500 هزار تا هوم اکویتی لاین آف کردیت گرفتید، اوکی؟ که 450 داشت مربوط میشه به مورگیج شما و 50 داشت به عنوان لاین به شما داده میشه. خب این مبلغ 50 تا هم به ما میگی از کجا مشخص میشه که
شما الیجیبل هستیم، یعنی توانایی گرفتن این وام رو داریم، گفتم خارج از شرایط اینکامی و اینها، یعنی فعلا کاری به اون موارد نداریم. اوکی؟ شما اومدی اینکامت رو ارائه دادی، خرید حالا یا خونه است یا ریفایننس یا دبت کانسولیدیشنه، خب ما به شما 500 هزار تا وام دادیم. این وام رو میان تقسیمش میکنیم، مثلا شما قبلا فرضاً 450 تا وام داشتی، 50 تا هم الان ما به شما لاین میدیم. خب نکته جالبش اینجاست، حالا از اینجا در واقع این هوم اکویتی لاین اف کردیت شروع میشه. نکته جالبش اینه که شما بعد از اینکه باز پرداخت مورگیجتون رو انجام میدید، بعد از فرضاً یک سال، حالا هر زمان البته این استفاده میشه، و با گذشت زمان و پرداخت اون مورگیجتون، پرنسیپل یا اصل وام شما وارد لاینتون میشه، یعنی میشینه روی لاین شما، یعنی به این صورت لاین. دقیقاً یعنی این که شما وقتی باز پرداخت مورگیجتون رو که میدونید وقتی که باز پرداخت میکنید یه بهره است و یه اصل پولتونه که باز پرداخت میکنید، درسته؟ به صورت حالا یا ماهانه یا بای ویکلی یا هر ترمی رو که در واقع شما میپذیرید، این مقدار فرض کنید مثلا در طی یک سال شما 20 هزار تا از اون 450 تا رو دادید. یعنی مورگیج شما میشه چقدر؟ 400 و 30 تا، درست؟ پس مورگیج شما کم میشه. خب شما 50 تا لاین داشتید از اون وقت، درست؟ این 20 هزار تایی که شما پرداخت کردید به عنوان اصل پولتون میاد میشینه رو لاین، یعنی لاینی که شما الان برای شما اویلیبله 70 هزار تا است، درست؟ حالا این چه مزیت هایی داره؟ چه مزیت هایی برای شما میتونه داشته باشه؟ خب پس گفتیم که هر زمان که شما پرداخت میکنی از مورگیج شما کم میشه، از اون ور به لاین شما استفاده میشه. این لاین خیلی قابل استفاده است، هر زمانی که شما بهش نیاز داشته باشی، هر زمانی که احساس بکنی شما این وام این لاین رو نیاز داری ازش استفاده میکنی، و فقط چیش رو میدی؟ اینترستش رو میدی. اینترستش چقدره؟ خیلی کمتر از پرسونال لاینایی که شما در واقع میگیرید. ممکنه پرسونال لاینای شما خیلی خیلی مثلا حالا بگم که مثلا کم باشه، بین 8 تا 10 درصد معمولا، شاید هم بالاتر بعضی از لاینا، ولی این لاین چون پشتوانه خونه است، مثلا نمیدونم به خاطر دارید یا نه، در ایران ما میگفتیم وثیقه میذارن تا به ما در واقع اعتباری بدن، درست؟ الان اینجا این خونه شما وثیقه میشه برای اون لاینه، به خاطر همین بهره ای که بانک بهش میده خیلی پایین تره. و از این لاینه برای اون سه تا مبحث که اول گفتین دوباره میتونید استفاده. دقیقاً. حالا من میخوام فقط مزیتاشو بهتون بگم. این که خب خیلی مزیت خیلی کوتاه و مختصر میخوام توضیح بدم، این که امکان دسترسی و استفادهش همیشه برای شما هست، موجوده، به عنوان اکویتی هست که شما دارید. ببینید بعضی وقتا وقتی شما مثلا خونه میخرید، بعد از یه مدت ارزش خونه شما بالا میره، خب شما میان چی کار میکنید؟ میایید چون مثلا فرضاً نیاز به پول دارید، میخواید کاری رو شروع بکنید، نیاز به پول دارید، در کل فرزندتون میخواد دانشگاه بره، در حال نیاز به یه مانی دارید، خونتون چون ارزشش رفته بالاتر و مقدار مورگیجی که شما فرزند چند سال قبل گرفتید کمتر بوده دیگه، میایید ریفایننس میکنید خونه رو که بتونید اون مقداری رو که توی خونه ساختید و ذخیره کردید بیارید بیرون و ازش استفاده بکنید. در واقع مجدد یه مورگیج دیگه میارید، مورگیجتون رو دوباره میبرید بالاتر، ما با تفاوتش رو شما استفاده میکنید برای نیازتون. حالا اینجا با گرفتن در واقع این هوم اکویتی لاین آف کردیت دیگه شما نیازی نداری بری این کار رو بکنی، مجدد اپلیکیشن بزنی، مجدد مدارک ارائه بدی، این اویلیبل برای شما هر زمان به هر نیازی که دارید خیلی راحت کشبله، میتونید ازش استفاده بکنید. آیتم دومش که به نظر من اونم
خیلی خوبه. شما میتونید برای هر مصرف، گفتم خدمتتون، هر نیازی که دارید میتونید ازش استفاده بکنید و نقدینگیه، یعنی قابل دسترسیه برای شما. خیلی راحت میتونید با ریت پایین تر به نسبت ریت ها، پرسونال ریت هایی که فرضاً ما از بانک ها یا مؤسسات دیگه میگیریم، خب این ریتش، ریت اون اینترست ریتش خب قطعا خیلی پایین تر. ولی خب معایب و مضراتی هم داره، به خصوص این لاین نرخش از مورگیجی که شما دارید یه خود بالاتره. ببینید فرضاً اون گفتم که 450 تا یه ریت داره برای شما، ریت معمولی که قطعا توی ارائه میشه به شما در همون وهله اول، ولی لاینتون ریتش یه ذره بالاتره، ولی نه به اندازه 8%، ممکنه نیم تا مثلا 0.7% بالاتر از ریت مورگیج شما باشه. و این که و یه مسئله دیگه ای که میتونه از مضراتش در واقع باشه اینه که خیلی از دوستان و کلاینت ها هستن که متاسفانه مدیریت هزینه هاشون رو نمیتونن انجام بدن، و خب این لاین این امکان رو بهشون میده که بیشتر خرج کنن. و به نظر من برای این دوستان محصول خوبی نیست. یعنی شما فکر کنید با باز پرداخت مورگیجتون هر ماه یه مقدار میاد روی لاین شما میشینه. کسایی که حالا مثل من نیستن، خیلی دوست دارم برن خرید بکنن، قطعا خیلی استفاده های زیادی ازش میکنن و متاسفانه اگر یعنی نتونن منیج بکنن هزینه هاشون رو، متاسفانه دچار مشکل میشن. و مسئله بعدی که میتونم خدمتتون بگم یکی از مضراتش هست اینه که زمان فروش ملک، یعنی زمانی که شما میخواید ملکتون رو بفروشی، باید تمام این لاین باز پرداخت بشه. و یه آیتم دیگه هم که میتونم خدمتتون بگم، این لاین در کل به عنوان بدهی شما محسوب میشه کلش. ولی من فکر میکنم واقعیتش به نظر شخصی خود من با توجه حالا به تجربه‌ای که داشتم و در واقع این محصول رو به دوستان و مشتریان دادم، همه واقعیتش راضی بودن. چرا؟ چون به خصوص در دوران کووید، در دوران کرونا که واقعیتش دوستان و خود ما هم واقعیت از آینده خبر نداریم، نمیدونیم چه افکت هایی قراره تو زندگی ما از نظر فاینانشیالی بذاره، میتونه یه باجت خوبی رو توی پاکتمون همیشه داشته باشیم که خدایی نکرده، امیدوارم که همیشه اتفاقات خوب بیفته، خرید خونه، عروسی، همه اینا، ایژوکیشن، اینا مواردیه که خب خیلی براحتی میشه از این استفاده کرد بدون اینکه مجدد شما اپلای بکنی برای مورگیج، اپلای بکنی برای لاین، چون همه اینها سیکوینس های خودشو داره، زمان بره، قطعا مسائل خودش رو خواهد داشت. اینا هر زمان این هوم اکوتی لاین آف کردیت هر زمانی که بعد از خرید خونه در دسترس هست، یعنی اون ابتدا لازم نیست که کاری بکنیم، هر زمان. دقیقاً شما وقتی میخواید خونه بخرید میایید و مثلا خب میگید من میخوام مورگیج بگیرم، شما یه ساناز ممکنه از محصولات بانک خبر نداشته باشی، ندونی مثلا هوم اکویتی لاین آف کردیت چیه، ولی مشاور مورگیج توی بانک به شما یه سری سرفصل ها میده، یه سری هینت ها میده، مثلا میگه که چون شما شرایط خوبی داری از نظر فاینانشیالی، این آپشن هم برای شما هست، شما میتونی از این هوم اکویتی لاین آف کردیت هم استفاده بکنی، هیچ در واقع هزینه ای هم برای شما نداره، یعنی شما بابت این محصول هیچ هزینه اضافه ای نخواهید پرداخت، رجیستریشنش، ثبت نامش، تمام اینا مثل مورگیج هیچ فرقی نمی کنه. آن همون ابتدای خرید خونه بله این اویلیبله، این اویلیبله، بله در همون ابتدای خرید این اویلیبله، یعنی اگر که در اون ابتدای خرید این رجیستریشن انجام نشه مثلا دو سال بعد این در دسترس نیست؟ چرا هست؟ شما دقیقا شما دو سال بعد میای میگی که من میخوام ریفایننس کنم،
من بهت پیشنهاد هوم اکویتی لاین آف کردیت رو میدم، میگم که تو اگر ساناز بیای و این کار رو انجام بدی، اون مقدار مورگیجت که هست میمونه و همچنان تو ادامه میدی، ولی من بنا به معذرت میخوام نیازت، مثلا چقدر پول لازم داری و بر اساس درآمدت، این که واقعا خب شما باید کوالیفای باشی برای گرفتنش از نظر درآمدی، ما لاین رو هم همراه با مورگیجتون مجدد به شما میدیم به عنوان محصول هم اکویتی لاین آف کردیت. خیلی ممنون از توضیحات بسیار خانم های عزیز. حالا اگر که فرصت داشته باشین، من خیلی خوشحال میشم چون یک سری سوالات خیلی پرتکرار داشتیم، اگر که بتونین یه جوابی به این سوالات هم بدید خیلی ممنون میشم. سوال اول پرتکرارمون این بوده که به چه صورتی دوستان میتونن از گیفت استفاده بکنن برای خرید خونه، و سوال دومم رو هم بپرسم خدمتون، و اینکه ما چه اینکام دوستان که میخوان خونه بخرن چه اینکام دیگه ای رو علاوه بر اینکام اصلیشون میتونن معرفی بکنن. اگر این سوالات رو بتونی خیلی سریع به ما جواب بدین من خیلی ممنون میشم. سوالای بسیار خوب که خیلی واقعا خیلی خوب میتونه کمک بکنه به عزیزان برای گرفتن حالا خوب مورگیج. بحث گیفت خیلی بحث خوبیه و توی پروداکت های متفاوت گرفتن گیفت متفاوته. فقط من این رو به دوستان میخوام یه هینت کوچولو بدم، این که گرفتن گیفت از خانواده نزدیک برای یک سری از پروداکت ها الزامیه. مثلا بعضی از محصولات فرزن بانک برای گرفتن مورگیج جوریه که میگه فرزن شما 5% از کل دان پیمنتی که میخوایی بدی حتما باید مال خودت باشه، نباید گیفت باشه. ولی یه سری از پروداکت ها هست که ممکنه حتی ممکنه شما 20% دان پیمنت هم که میخوایی بذاری کامل گیفت کرد، یعنی گیفت گرفته باشی، به عنوان هدیه گرفته باشی از کلوز فامیلی یا کلوز فرند. و آیتمی که اینجا خیلی مهمه که سورس این گیفت، سورس این پول، حالا چه پول خودتون چه از جای دیگه، در واقع پدر، مادر، خواهر، برادر گرفته میشه، سورس پول باید مشخص باشه. و ما وقتی که شما مثلا فرضاً میگی که من از پدر، مادر، خواهر، برادر یا دوست اینا گیفت گرفتم، ما به شما یه نامه میدیم به عنوان گیفت لتر که این باید توسط اون افراد امضا بشه و تایید بشه و سورس پولشون هم در واقع باید برای ما مشخص باشه. یعنی خب داریم خیلی از عزیزان که فرزن پدر مادرای فرزن پدر مادر خود من، خواهر برادر به من هدیه دادن برای خرید خونم. من هم خب چون از اونا ایران بودن، حساب دقیقاً حساب پولی اونها که اون پول از کجا در واقع می شده برای من ارسال شد و نامه ای رو هم به من دادن، چون واقعیتش یه ذره سخت ارتباط برقرار کردن بین اینجا و ایران. نامه ای رو هم به من دادن، امضا کردن، اینجا من ترجمه کردم و در واقع لیست حسابشون رو هم در واقع ارائه دادم. حالا اگر پدر مادرها و خواهر برادر و دوستان خوب تو کانادا باشن که سو گود، یعنی خیلی راحت تر در واقع این قضیه حل میشه، ولی از ایران هم قابل انجامه به شرطی که سورس پول مشخص باشه. دقیقاً این سورس پول خیلی مهمه. 90 روز در بانک بودن خیلی مهمه. مثلا فرضاً شما از مادرتون که اینجا هم هست بخواید گیفت بگیرید، پول ایشون همواره باید تو حسابشون بوده باشه. مهم نیست که تو حساب شما 90 روز باشه، نه، تو حساب ایشون باید حتما این دور زمان باشه. فرض کنید که مادر من خونه ای داشتن، حالا در ایران فروختن، اینو میخوان اسیس کنن، هر گیفت بدن. آره. این 90 روز باشه یا اینکه اگر اون معاملات اون رو میتونن شما در واقع پرداخت میکنن دیگه، میریزن به حسابشون و از حسابشون برداشت میشه، شما اینجا دریافت میکنی، این سیکونس باید مشخص باشه. متوجه شدم، خیلی ممنون. و در مورد اینکام هم که صحبت کردی سانا جان، ببینید ما
اگر در یک کمپانی مشغول به کار باشیم یا بیزینس فور سلف باشیم، به هر حال یه سری مدارک رو نیاز داریم که ارائه بدیم و کانفرم کنیم که ما سالانه این درآمد رو داریم. علاوه بر این، شما هر درآمد دیگه‌ای که بخوای اد کنی در واقع به این باید مشخص باشه. شما باید فرضاً، خیلی از دوستان به خاطر شرایط استاک باند اینها، مثلا خب الان شرایط خیلی فلکچویشنی داره، بالا پایین میشه، خب خیلی هم گین زیادی کردن توی فرضاً همین استاک ها، تغییراتی که ایجاد شد به خصوص در دوره کووید، خب پول زیادی رو دریافت کردن یا خیلی هم پول زیادی رو از دست دادن. ما همیشه برای اینکه بتونیم این موارد رو اد کنیم به اینکامی که شما سالانه دریافت می‌کنی، باید پشتوانه چی داشته باشه؟ 2 سال هیستوری داشته باشه. یعنی به صورت مداوم در واقع شما باید نشون بدی که این درآمد رو داری. یعنی فرضاً 2 سال شما داری توی استاک فعالیت می‌کنی و نشون بدیم این 2 سال فعالیت رو با T1 General Notice of Assessment و گزارشات همون مؤسساتی که در واقع شما توش اینوست کردید. حالا مؤسسات ممکنه بانک باشه، ممکنه مؤسسات خصوصی باشه، فایننشال کمپانی باشه که شما اونجا مثلا شروع کردین اینوست کردن. این یکی از مواردیه که شما میتونی به عنوان اینکام روش حساب بکنی اضافه بر اینکامی که داری. و مورد دیگه رنتال هست. فرضاً شما یه خونه داری، یه خونه دیگه هم قبلا داشتی که اونو اجاره دادی. این اینکامی که در واقع شما از اون خونه‌ای که قبلا اجاره دادی و هنوز هم در اجاره است، اون هم به عنوان اینکام برای شما محسوب میشه. اگر یه دونه باشه، نصف اینکام سالانه‌اش به اینکام شما اضافه میشه. اگر بیشتر از یکی باشه، کل اینکام به اینکام شما اضافه میشه. دلیل خاصی داره که اگه یکی باشه نصفش؟ آره، چون وقتی که یکی هست خیلی هزینه ها، شما باید هزینه ارزان به حضورتون مینتننسشه، هزینه های آب و برق و گازشه، هزینه های اینشورنس خونه است. اینا همه هزینه هاییه که خب از درآمد شما کم میکنه. مثلا شما 2000 تا اینکام داری ازش در ماه، ولی نزدیک شاید بیشتر از 1500 تاشو به خاطر این هزینه ها بدی. مثلا میخوام 1000 تاشو بابت این هزینه ها از دست بدی، به خاطر تکسش، به خاطر مینتیننسش، به خاطر خیلی از موارد دیگه. به خاطر همین پوشش یعنی کم میشه، نصف میشه، ولی بعدی خونه های بعدی ان شاء الله فول در واقع به شما اضافه میشه. خیلی سوالای خوبی بود، به نظر من خیلی میتونه کمک بکنه به کلاینت. خیلی هم خوبی دارید خانم مها، خیلی ممنون. خیلی ممنون از وقتی که امروز در اختیار ما قرار دادید. ما قرار بود که 2 جلسه از حضور شما استفاده کنیم. خیلی ممنون از وقتی که در اختیار ما و بینندگان ویژنتا قرار دادید. من میخوام در انتهای جلسه از شما قول بگیرم که اگر این دفعه هم سوالات زیاد بود، چون همچنان سوالات داریم، و اگه این دفعه هم سوالات زیادتری اومد، ما 1 جلسه دیگه با شما ادامه بدیم جلسات رو، چون به هر حال خیلی این داستان مورگیج داستان چالش برانگیزیه و خیلی سوالات دوستان دارن، و میخواستم قول بگیرم که اگر که این امکانش باشه ما این جلسات رو با شما ادامه بدیم. حتما من در خدمتتونم، خوشحال میشم. حالا این دایرکت آن دایرکت هر جوری که دوستان مایل باشن سوال بکنن. و اینم بهتون بگم که واقعیتش با سوال کردن شما دوستان اطلاعات ما هم بیشتر میشه. لطف دارین شما، خیلی ممنون. روز خوبی داشته باشین شما. ممنون از همگی، ممنون که حوصله کردیم. مرسی، خدا نگهدار. خدا نگهدار.